این چیه؟ خواهرت داده، بگیر. حالا دیگه شدین دوتا. دوتا؟ دوتا یعنی چی؟ حالا دیگه خواهرت هم میخواد که فرار کنی. دروغ میگی محمد. بابا جان قضیه دیگه جدی شده. امروز با حکم اومدن در خونتون. خواهرت میگه اگه یه بلایی سر محمد بیاد، خدای نکرده، مادرم سکته میکنه. برای همین از بچگی هرچی طلا ملا داشته جمع کرده ریخته تو این کیسه، بیارم خدمت شما. نمیدونم دیگه از دست تو چیکار کنم محمد. طاهر یه اسم و آدرس بهم بده، همونی که بردت لبه مرد. اسم و آدرس اونو بهم بده. این رفیقت روزه است، هر چی میگم نهار چی میخوری یا لام تا کام حرف نمیزنه، اصلا هیچی نمیخوره. اعتصاب غذا کردی؟ اشتها نداره، یعنی اصلا چیزی اگه لون پایین نمیره. ده نابغه، اگه قرار کاری هم بکنی باید اون پا جون داشته باشه یا نه؟ توی بله به من نشون بده. تو من برات رکورد 200 متر بزنم. آقا این رفیقت هر کاری میخواد براش بکن. آخه گناه داره این زبون بسته. میخوای بره با طلبکار صحبت کنه؟ آره؟ یه همچی چیزایی. آقا تو دونی و خدا. بابا تو یه پارچه معرفتی. آخه آدم هر رفیقش که مزاحمه نمیکنه. صفه. شما بیا برو برای این رفیق ما یه دو سیخ جگر بگیر. بخوره جون بگیره. بیا. دو تا. بیا. چهار تا، ده تا، هر چی دوست داری. چهار تا پمن چی؟ آخه برای خودت هم بگیر. برو آقا. برو. تفلک. ستایش حالش چطور بود؟ چطور باشه خوبه. داغون. بیا بریم پایین، بابا بات صحبت کن. من باش صحبت کردم، نرمش کردم. یه غلط کردم، بگو قال قضیه رو بکن. بابت چی باید بگم غلط کردم؟ واه، چرا خودتو میزنی به اون رو طاهر؟ بابات به خشت خشت این خونه احترام میذاره، نه به یه مش خاک و گل، بلکه به حرمت خانوادهش، به خاطر ماها که اینجاییم. اون وقت تو... من خطایی نکردم. بابات میگه. مگه هرچی بابام میگه درسته؟ بله باباته، هر چی میگه درسته. شما چی میدونی مادر من؟ چی میدونی؟ من هیچ چی نمیدونم، نمیخوام هم بدونم، اما خدایی و شریش اینو میدونم. معصیت اون دنیا باید وایس باش جواب بده. من معصیت نکردم مادر. میدونم پسرم، میدونم. خیال میکنی من پسرمو نمیشناسم؟ یا خیال میکنی اگه معصیت کرده بودی میومدم اینجا با هم کلام میشدم؟ بی بریم یه دقیقه پایین عذرخواهی کن، قال قضیه رو بکن. دفتر تلفنم کجاست؟ این قدیمیه، اون که مال قبل خدمتم بود. فکر کردم میخوای بیای پایین از بابا عذرخواهی کنی. باشه میام. شما اول بگو دفتر تلفنم کجاست. نمیدونم، ولی هرچی خرت و پرت تو کمدت بود ریختم تو جعبه گذاشتم پایین زیر زمین. طاهر
سلام عمو سفر. سلام آقا طاهر. خسته نباشی. عمو چه خبر؟ امن و امانه. برو خیالت راحت باشه. برو عزیزم. عمو سلام نریزین اونجا. چرا 250 نمیشتین اینجا؟ نخی سلام. حال شما خوبه؟ سلامت باشی شما. اومده؟ حالا آقا صبح یه سر اومد اینجا و بعد رفت شهرداری قضیه میدون جدتونم. من یه 10 دقیقه اینجا کار دارم. خب زودم غیب میشم. آه. اگه اومد خودت یه جوری دست در نکنه. آره من جواب بخونه. دست در نکنه. قربونه. فرزی. آقا صفایی ببخشید. جونم. شرمنده. بابت اون تلفنم دمت گرم. آقا وظیفه بود. من نداشتم. قربونه. خواهش می‌کنم. خدا. فرزی. آخه کی گفته پای واسکول وایسی؟ بیجی ببینم. فرزی. بله از ترس فضول جماعت مجبورم درشو قرص کنم. من سفر من با صفایی هم گفتم یه 10 دقیقه اون تو کار دارم. اگه آقا اومد حواستون جمع باشه دیگه. خیالت راحت باشه. میگم همین جا هاست. ببین اگه با من کار داشتی یا یکی دو تا به در بزن باشه. من همین دوره برام باشه. باشه برو خیالت راحت باشه. بابا چی کار با اونا دارین آخه؟ هر کی هر کاری دلش میخواد توی میدون میکنه. با اجازه کی اونا رو برمیداری؟ محمد پاشو. آقا محمد پاشو. تو کار دیگه ای جز خوابیدن نداری؟ چرا؟ دارم. نبودی ببینیم این سفر تا صبح یا حرف سر یا خورناس کشه. بیا آدرس شماره تلفن های مشکین آبادی ارومی هست. تو رو دست نداری پسر. میدونستم پشتم رو خالی نمی کنم. کاش میتونستم محمد. کاش میتونستم. نمیتونی دیگه. خودت هم خوب میدونی. میگم تاهه محمد تا تو برسیم اون بر من نصف جون شدم. حالا ببین مادر و خواهر بدبختت چی میکشن. ببین میدونم چی میخوای بگی. تا شب پول رو واسه جور میکنم. فعلا لازم نیست طلاهای ستایش خواهرتو نقد کنی. من اینو نمیخواستم بگم. از چی میخواستی بگی؟ من میگم لازم نیست به این آقای مشکین آبادی یه زنگ بزنی برای این کالا بخره معرفی چیزی میخواد دیگه. من موتور عقلت بعض وقتا خوب کار میکنه. همچین بیعقل بیعقل هم نیستی. بده کنم اگه شانس منه یا مرده یا زندونه یا خونهش رو عوض کرده یا اینکه اصلا خودش هم رفته. الو بفرمایید. آقای مشکین آبادی؟ بفرمایید جناب علی. من طاهر هستم. طاهر فردوس پسر حشمت فردوس. بابا فردوس نوار نیو کجایی بابا جان؟ من تهرانم زیر سایتون. خوبه خوبه. عبابی چطور هستم؟ سلام دارم خدمتون. بزرگی میکنم. جا عجب یادی از فقیر فقرا کردی. والا راستش آقای مشکین آبادی قرض از مزاحمت این بود که یکی از دوستان میخواستم معرفی کنم بهتون. اگه لطف کنین از یه راه بی خطری خودتون هر جور که صلاح میدونین بفرستیدش اون طرف. اون طرف کجاست؟ اونور مرز دیگه. خیلی معذرت میخوام. جناب علی کی هستی؟ من طاهرم. طاهر فردوس های مشکین آبادی. نمیشناسم. آقا دارین شوخی میکنین با من؟ اومده بودم پیشتون رفتیم تا یه دهی نزدیک مرز بعد خودم منصرف شدم که برم اون طرف. ببین آقای محترم من نمیدونم تو کی هستی واسه چی این حرفا رو میزنی. من یه آدم با این اسم نه دیدم نه میشناسم نه جایی بردمش. این کارا کار ما نیست آقا جان. ما کشاورزی. این حرفا چی رو میزنی؟ آقای مشکین آبادی یه دقیقه اجازه بدین من توضیح میدم. آقا جان یه دقیقه یه دقیقه احمق صفه. آقای مشکین آبادی. آقای مشکین آبادی. آقا جان یه لحظه. آقا اکی بابا حد که چی شد؟ نمیدونم.
میگم چی شد؟ ترسید. ناکس همه چیزو منکر شد. شناختن منو منکر شد، شناختن پدرم منکر شد، دیدنمو منکر شد، بردنم به مرزم منکر شد. بیچاره مرد. چرا؟ بابا اینجور آدم ها زیاد به تلفن اطمینان نداره. گن بزنه به این شانس. بهت گفتم طاهر. بله. نمیخواد یه زنگ دیگه بهش بزنی؟ نه بابا جان، فایده ای نداره. اون یه الان تا شب تلفنشو جواب نمیده. خب من میگم آدرسشو بده، میرم ارومیه، میرم در خونش. ها؟ اما اون که باهات حرف نمیزنه. این کار خلاف محمد. اینا ندیده نشناخته با کسی نمیپرن. چی خواست با هم بپره؟ من فقط میخوام ردم کنه. دوباره زدی به فاز پرت و پلا؟ بابا جون اینا برای شغلشون هزار جور مواظبت دارن. میخوای سردر خونش بنویسه انواع اقسام سفرهای قاچاق از کلیه مرزهای کشور؟ حالا میگی چی کار کنم؟ حالا یه کاریش میکنیم، نگران نباش. چی کار؟ میگم یه کاریش میکنیم محمد. من سفر، من سفر. بیا بیرون، خبری نیست. ببین آقا طاهر، ببخشیدا بابا، یه کاری واسه این رفیق گو کن دیگه، اوضاعش خیلی خرابه. باور کن دیشب تا صبح گریه میکرد و داد و فریاد میکرد، انگار میخوان سرش رو ببرن. هی داد میزد فریاد میکرد، اخاب میپرید. البته من بهت بگم، من خودم رو زده بودم به خواب و خورخور میکردم که این جوون مردم خجالت نکشه. باور کن خیلی دلم براش میسوزه، چیکار کنم؟ منم دلم واسش میسوزه مای سفر، من چیکار کنم؟ خب اگه دلت میسوزه یه کاری براش بکن دیگه. بدهیش زیاده؟ یعنی اینقدر بدهیش زیاده که تو نمیتونی جورشو بکشی؟ جورشو بکش. آقا طاهر، تو واقعا آقایی، آقازاده‌ای، بابا یه پارچه معرفتی. اگه نتونی جور رفیقتو بکشی، بعد جور کیو میخوای بکشی؟ پس یه بار دیگه بگو سرشو دور از جون تو بذاری زمین بمیره دیگه. ها ای صفه، ببین ما ولایتی ها دل و زبونمون یکیه، اگه چیزی از دلمون بگذره از زبونمون میاد بیرون. جسارت بود، ببخشید. آقا خواهش میکنه، آقا اومده. آره آره اومده، کلی هم مهمون داره. با اجازه. هی یکی ما بگو، یکی اون بگو. هی میگه ما میخوایم یه میدون مدرن بسازیم. میگم آقای من، عزیز من، میدون که مدرن و غیر مدرن نداره که. نمیدونم آجر سسامت و سنگ مرمر و سقف بتونی واسه چی؟ ما پرتقال شهسوار و گرمک ورامین و خربزه گرگاب و سیب دمامند و گلابی نطنز میفروشیم. بوتیکدار که نیستیم واسه ما میخوایم ویترین بزنیم. حالا مگه به خرجشون میره؟ میگم آقا این میدون 150 سال توش بار میاد و بار میره. همه مردم هم میوه و سبزیشون تو سفرهشونه. به خرجشون نمیره که. حالا ای ما بگیم، میگن میخوایم بسازیم. همین پایین شوش هفته دیگه باز هممون دست جمعی بریم اتاق شهردار، بریم حرف حسابشون چیه. هر چی شما بگی آقا، ما با شمایی. سلام آقا جون. هنوز واسه یه آدمی که نفهمیده یه خطایی کرده زیر سایتون جا هست آقا جون؟ یه پسر با این همه ادب و فهم و کمال روی چشم پدرش جا داره. خدا حفظت کنه آقا. به به، خدا بهت ببخشه. خدا نگه داره آقا. خدا بهت ببخشه آقا فردوس. خوش شد، خوش شد. خدا حفظت کنه. فرامرز. نه خوش من. چه صندلی بردیگه؟ بله خواه. بیار بذار اینجا پیش من. اون چشم آقا. نوکرت هم آتاه. آقا چه همون که هست؟ بایزتون آقا.
بیارشون اینجا. با اجازت بشین. ببین دیگه باز یواش یواش بفهمی که این کار یه چشمه گرفتاریایی داره که مثل چشمای دیگه نیست، نه خشک میشه نه مثل بقیه هست. یه طرف مالیات، شهرداری، هواپیمایی، گمرک، غیر اینه؟ بله آقا درسته، 100%. آقا فردوس حرفش تلاست. بله آقا درسته، درسته آقا. بله آقا درسته. گوش کن پسر، منم گوش میکنم. هر تصمیمی شما بگیرید سمعن و طاعت هم ما قبول داریم. جسد ما با شما هر جا بیاریم تا چهار داری آقا وقت گذاشتیم. آقا نه یه روز یه سال وقت شما رو گرفتیم به کارتون برسیم. خیلی ممنون آقا، دست بالا علی کن. یا علی خیر پیش، خیر پیش، بفرمایید. پیپا میشن یا هم ایندازن که میخوایم میدون بسازیم، کلی آدم رو زابرا میکنن، آخرش هم هیچی به هیچی. اگه این میدونه ساخته شد تو هر چی میخوای به هم بگو. قاطی هستی؟ هستی؟ بله آقا جم. بشه چی شده؟ راستش واسه یکی از رفیقام یه گرفتاری پیش اومده. گرفتاری تو یا گرفتاری رفیقت؟ نه آقا جون، رفیقم. مالی؟ سنگینه؟ آره آقا جون سنگینه. بنا خودت پسش برمیای؟ آره فکر میکنم میتونم یه کمکی بهش بکنم. معطل چی هستی؟ ببین من چقدر گفتم که رفیق بازی بی عاقبته. 100 دفعه بلکه من بیشتر. رفیق بازی آدم میندازه تو چاله. حالا اگه نقطه یه زر برداری بذاری زیر به چی میشه؟ درس چی خوندین شما ها؟ میگم نقطه یه زر برداری بذاری زیر به چی میشه؟ ببین میشه رفیق یاری. این دیگه خطا نی، این باریه که هر مردی به دوش داره و باز سالم برسونه به خونه. من اگه حرفم در رو داشت میگفتم رفیق یاری زکات مردونگیه. وقتی رفیقت گرفتاره خوابت خواب نی، مرگه. چجوری میتونی بخوابی وقتی رفیقت گرفتاره؟ ببین از دست من کاری برمیاد؟ نه آقا جون، خودم از پسش برمیاد. خیر پیش. بینا چیز دیگه ای هم ها؟ نه باید یه سفر برم، اگه شما اجازه بدین. کجا؟ طرفای ارومیه. ارومیه باز چی؟ باید تو خدمتت تموم نشده پسر. چرا آقا جون؟ باز پایان خدمت تو بگیری؟ آره دیگه، مقر هنگمون اونجاستی. واجبه که حتما بری. اصلش اصلا زودتر باز میرفتی پسر. کار امروز به فردا ننداز. که میخوای بری؟ خودتون الان گفتین کار امروز به فردا نندازن. چی؟ خیلی خواه، چند وقت میمونی؟ شاید یه 2-3 روز. 3 روز. خیر پیش. با اجازت ما باشم. ببین کمی از این نقل بیدمشک رضاییه واسه من بیارم، خواهم میدونم تخص بکنم، یاد نره. رو چشم. ببین سر را به صفایی هم بگو این پرونده میبایی ترقبه رو بیاره. باش، با اجازت ما باشم.
الو الو چی بود ماما؟ چه میدونم؟ حرف که نمیزنه. حال و روزمون خوبه، مزاحم تلفنی هم پیدا کردیم. مادر تا زود باش، چرا انقدر دست دست میکنی؟ پدرت هم که میدونی ناراحت میشه به شب بیفتی. زود باش. الان راه میافتم مادر. بجون دیگه. شما برید، الان میام دیگه. اگه مزاحم بود گوشی رو بذار. چشم. الو. چه خوب شد خودتون گوشی رو برداشتین. فکر کنم خونه نیستی. سلام. ببخشین. سلام. کیه ماما؟ ماما با من کار دارن. طوری شده؟ هنوز نه، اما قراره بشه. چی؟ نمیخوایم باهاش خدافظی کنین؟ داره میره؟ بله. من میتونم ببینمش؟ میخوایم بیام دنبالتون؟ نه خودم، من تا ایستگاه شوش میتونم خودم برم. از اونجا به بعد اگه مزاحمتون نیستم. پس تو ایستگاه منتظرتونم. یه ساعت دیگه خوبه؟ بله خوبه. طاهر الان میام مادر. خوبه؟ خوبه. پس فعلا خدافظ. خدافظ. چیزی شده؟ ها پرسیدم چیزی شده؟ نه مادر. شما چرا همش منتظر اتفاقی؟ تو چرا امروز اینقدر دست دست میکنی؟ مگه کلاس نداری؟ چرا دارم میرم؟ ستایش برای چی امروز کلاس نمیام؟ باید برم. بایستو ببینم. یعنی چی؟ عاطفه باید جایی برم. تو هم اینقدر من سوال نپرس. فقط بدون که باید برم. چی به من بگی امروز تو چته؟ چی شده ستایش؟ کلاس نمیای. میخوای خط شوش و سوارشی بریم میدون شوش. به همم نمیگه قضیه چیه. خب آدم دلواپس میشه دیگه. دلواپس نشو. شاید بعدم بهت بگم ولی الان نه. الانم چیزی از من نپرس. باید زود برم. باشه؟ باش. زود برمیگردی مگه نه؟ آره زود برمیگردم. الان برم به اتوبوس برسم. خدافظ. یه ساک بستن چرا اینقدر طول کشید مادر؟ زود باش آقا بیرون یه ساعت منتظره. یه هم دوست تو قلو بلو بخون بخود تو ماشین فوت کن یادت نره. چشم. خدا به همراهت. آب روغنش درسته، لاستیکاشم سر راه بادشو بده میزون کنم. 28 جلو 30 تا میدونم آقا جون. یادآوریش اشکالی داره؟ نه والله. خیر پیش. طاهر جونم. آقا گرفتاری اون رفیقت چی شد؟ چطور مگه؟ میدونی گفتم حالا که داری میری دنبال کار خودت نکنم اون بنده خدا ول و ولیون بمونه و گرفتاریش حل نشه. نه گرفتاری رفیقم حله.
باریکلا بچه های منی دیگه. همیشه گفتم دو دسته هستن که اگر گیر و گور تو کارشون باشه خواب تا شفته است. همساده و رفیق. ممنونم آقا جون. دار ببین اولا یواش برو، اگه خوابت گرفت بزن بغل بخواب. رو چشم آقا. آقا جون پول میخوای؟ نه اون هست. چی؟ من خیلی خوشحالم شما آقامین. چقدر دوستتون دارم. بکی عاشقتم. سوار شو مواظب خودتم باش. بفرمایید من در رو می‌بندم میام. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ میگم اینجا چی کار میکنی؟ چی شده؟ چیزی نشده. حسین اینجا چی کار میکنه؟ اومده باهات خداحافظی کنه. تو که نمیخوای بدون خداحافظی از خواهرت بری سفر. سفر؟ آره دیگه، هوا تاریک نشده میری سفر. داری گیجم میکنی. مگه نگفتی این قاچاق چیه جواب سلامتو نمیده؟ چه برسه به اینکه منو رد کنه. چرا؟ ولی اگه من باهات باشم واسه پشتکم میزنه. مگه تو هم باهام میای؟ آره. بی خیال، باورم نمیشه. خودم باور نمیکنه، ولی انگار تا خودم باد نیام بیخریشم چسبیدی. میخوام زودتر از شرت خلاص شم. شما چیزی نمیخوایم بهش بگیم؟ نمیدونم چی بگم اصلا. نگفته بودین تو ماشین میخوایی همچین کاری کنین. ببخشید من یه خورده بدجنسی کردم. میخواستم وقتی به محمد میگم شما هم بشنوید. خیلی خب، من میرم بیرون یه قدم میزنم تا شما با هم خدافظی کنیم. ممنون. فقط مصیبت، خوب نگاه کن، میخوام آخرین حرفم هم بهت بزنم که دیگه چیزی تو دلم نمونه. آدم وقتی یه خواهر اینطوری داره انگار همه دنیا رو داره. قدرشو بتون، خیلی بتون. سلام ایسفا. سلام آقا طاهر، حالت چطوره؟ حالت خوبه؟ ماشینتو تو خیابون دیدم.
هر چی صدا زدم اصلا حواست نبود. ای بابا حواست کجا بود؟ خدا حواست کجاست؟ رفته بودم نون میگیرم. بخور یه لقمه بخور. اینه ها دا آتشه است. یه چیزی میخوام بهت بگم، تو رو خدا به دل نگیری یا میگم اگه هر روز و هر روز این دخترت خواهر محمد میگم بیا تو میدون یکی ببینه خیلی بد میشه ها. یارو نباش مش سفر، دفعه آخره دیگه، دارم شهر مهمونه تو از سرت کم میکنم، امشب میبرمش. کجا میخوای ببریش؟ کارشو درست کردی ها؟ طلب کارشو میگم. مگه نگفتی جورشو بکشم؟ آره گفتم، حالا میگم جورشو بکش. بابا رفیقته، تو یه پانچه معرفتی آخه. خب دارم جورشو میکشم دیگه مای صفه. خدا عوضت بده، خدا برای پدر مادرت نگرت داره جوون. تو هنوز مثل بچگیات از دماغت اشک میریزی. سر به سرم نذار. سر به سرت نمیذارم، میخوام یکم بخندی. مامان اونجوری، بابا هم اونطوری، تو هم که داری میری به چی بخندم؟ ستایش، ستایش چیه؟ تو چشام نگاه کن، رفتنمو سخت نکن. مگه تو نمیخوای داداشت واسه خودش یه آدمی بشه، یه کسی بشه؟ خب منم دارم برای همین میرم. یعنی همه ما که اینجاییم آدم نیستیم دیگه؟ نه من چی کار به بقیه دارم؟ دارم از خودم حرف میزنم. مامان قصه میخوره میدونم، بابا کلافه و شرمنده میشه میدونم، تو هم دارت برم تنگ میشه، این هم میدونم. من میخوام برم درس بخونم، دکتر شم، مهندس شم، اصلا یهو دیدی هنرمند شدم. هرچی تو بخوای میشم. چی میگه حالا؟ تو اینجا هم میدونستی همه چیشی؟ دوباره رفتی خونه اول خودت. عشقو تو پاک کن، بخند، بخند از اون خنده های مهربونت، نه از اون خنده بدجنسی ها. دلم برات تنگ میشه. به هم زنگ میزنی؟ حتما. دسته در نکنم از صفحه، میل ندارم. طاهر بیا. ستایش سلام. سلام بابا، آروم باشین دیگه خانم. این آقا طاهر ما مشکل گشاست، مطمئنم که کار برادرتون رو ردیف میکنه. تو رو خدا زیاد خودتون رو ناراحت نکنی، من برم چای دم کنم. منم میرم ستایش خانم رو برسونم ایستگاه اتوبوس برگردم، تو هم ساکت رو ببین. آقا طاهر. بله. من باید باهاتون صحبت کنم. بفرمایید. تو این روزا من یه کارایی کردم که
حتی بیشتر از این فکرش هم نمی کردم. اما دلیل داشتم. یه چیزایی رو از پدر و مادرم پنهون کردم. دیروز وقتی محمد نرفت پادگان بهشون نگفتم. گذاشتم این زن و مرد یه روز کامل تو دلخوشی این که پسرشون سربراه شده به خودشون دلخوشی بدن. اما دلیل داشتم. تو این سن و تو این روزگار دلخوشی حتی اگه واقعی هم نباشه اما برای آدم ها لازمه. شما بهترین کار... نه آقا طاهر، بذارین حرفمو بزنم چون میترسم یادم بره. بفرمایید، بگین. دیروز برای اولین بار به مادرم دروغ گفتم. یعنی دروغ نگفتم، ولی نگفتم کجام. اینم مثل یه دروغه دیگه. دروغ گفتم، امروز سر کلاس نرفتم. حتی به صمیمی‌ترین دوستم هم نتونستم بگم کجا دارم میرم. میترسم برم خونه و مادرم ازم بپرسه، مجبورشم دوباره دروغ بگم. خب پیش میاد بعضی وقتا. اما وقتی تنها میشم و فکر میکنم، میبینم من یه برادر دارم که خط دنیا دوستش دارم. الان کاری کرده که جونش تو خطره. منم مجبورم این کارا رو بکنم. خب منم میخواستم همینو بگم. شما راه دیگه ای نداشتین؟ نه، نداشتم. بابتش هم قصه نمیخورم. اما میدونم بابتش باید یه تاوانی رو پس بدم. عوضش وقتی محمد برسه اون وقت... اما یه کاری کردم که هیچ جوری نمیتونم جبرانش کنم. من با خواهشم شما رو تو درد سر انداختم. آقا محمد رفیق منه. گرفتاری اون گرفتاری؟ نه، من میدونم برای شما چقدر سخت بود. یه اسم و آدرس براتون انقدر سخت بود، چه برسه بخواین باهاش برین. میدونم خیلی خطرناکه. میدونم اگه یه اتفاقی براتون بیفته چقدر بد که نه، وحشتناک میشه. تو این زمان ها آدم ها جور درد سرای خودشون رو به سختی میکشن، چه برسه به درد سرای آدم های دیگه. من میخواستم بگم بابت این کارتون مدیون شما، به جون محمد. سوار شید، بفرمایید. اگه قول بدی زردش ندی و گرم نگرش داری و بار سنگین ور نداری یا دیگه نمیبندمش. الان هم که درده میکنم. عمو سفر، بعدی خوبی بدی حلال کن. ای بابا، سفر قندهار که نمیخوای بری، ولی هر موقع این درد سرا تموم شد یه سری به ما بزن. وای سفر، دست در نکنه، این چند روزه خیلی اذیتت کردیم. انشالا بتونیم یه روز جبران کنیم. ای بابا، ما که کاری نکردیم که. با اجازت. خداحافظ. خداحافظ. محمد بشی. خداحافظ. قربان. ببین خدا نگهدارت. به سلامت. گفتم بهترین موقع با حرکت شبه. یه فکر نمی‌کنم کسی این موقع شب دنبال سرباز فراری بگرد. از اول که رجیم دیگه برو که رفت. این چیه؟ اسپازاسیه؟ فکر کنم. حالا چیکار کنیم؟ هیچ کاری نمیخواد بکنی، فقط آروم و خونسرد بشین سر جات. بابا خونسرد چی بشینم؟ ببیننم میگیرنم. محمد بشین. تاهه بشین، بشین محمد. ببین من میزنم از پشت ایسپازرسی میرم تو اون بر سوارم. چی داری میگی؟ مگه نمیبینی دور پاسکا پر معموره؟
دیگه نمیشه برگردی. سلام سرکار، خسته نباشین. چی شده؟ تصادف شده؟ نه بکن. چه خبره؟ بازرسیه. بازرسی برای چی؟ واسه همه چی. برو جلو، برو جلو. بفرم. فکر میکنم واسه قاشق ماچوه. قاشق کدومه؟ مگه نمیبینی هرکی رو پیاده میکنن جوون و تیپ سرباز؟ گیر افتادیم محمد. اگه یه دقیقه هیچی نگی، زبون به دهن بگیری، گیر نمیافتیم. میگم اگه خواستم پیادمون کنن تو میزنی میری دیگه. دیوانه ای تو؟ شب بخیر آقا. شب بخیر سرکم. کجا تشریف میبری؟ آذربایجان ارومیه. مدارک تو لطفا. بلد. بفرم. مدارک خودتون؟ دادم که. نه منظور مدارک شخصی خودتون. مگه فقط مدارک ماشین رو کنترل نمی کنی؟ لطف کنید بیاییم بقل از ماشین پیاده شد. خب برای چی سرکار؟ سرکار صادقی. هلا قربان. هدایتش کن داخل پاسگاه. برای چی آخه سرکار؟ بفرمایید. بفرمایید.